این جهان به اون ثباتی که خیال ما راحت بشه تخت بگیم دیگه اتفاقی نمیفته، به اون حالت هیچ وقت نخواهد اومد. و اصلا اون اطمینانی که ما دنبالشیم وجود خارجی نداره. حالا پس این تکلیف عالم به اصطلاح موجودات، اونجا امیدی بهش نیست که من با توسل، با اتصال، با جمع کردن، با چسبیدن به این چیزها، زمین، زمین بخر، خونه بخر، چسبیدن به اینها نمیتونه من اون اطمینان رو به من بده. نقطه مقابل این، من بیام این ضریب اطمینان رو در درون خودم جستجو کنم، یعنی یه کاری کنم که اون اطمینان خاطر بشه یه چیز نهادینه در من. این هم نخواهد شد مگر این که من اون چه که دیدنی هست رو ببینم. اون چی که دیدنی هست این هست که ببینم این اتفاقاتی که دوره بر من میفته و در این جهان، اینها یک نظمی داره و اون نازمش خودش میدونه داره چی کار میکنه. این میتونه در من یه اطمینان خاطری، اگه ایمان داشته باشم به این حرفی که از دهانم خارج شد، یه اطمینان خاطری در من ایجاد کنه. یعنی اینطوری خدمت شما عرض کنه، ما در حال حاضر یه سری اتفاقات برامون افتاده. خب بهتر اگه من میخورم زمین، بلند میشم و وای میستم، دوباره مریض میشم، دوباره خوب میشم. هیچکی نمیگه این شرایط رو شما بپذیرید و نگه دارید، بلکه اتوماتیک، یعنی به طور خودکار، ما اون کاری که ازمون شایسته است در انجام خواهیم داد. مریضیم خوب میشیم، افتادیم بلند میشیم. ولی این که من بیام بشینم بخوام محیطی، شرایطی ایجاد کنم که دیگه زمین نخورم یا دیگه بیمار نشم، اون وقتی که کارم گره میخوره، یعنی وارد همین دامی میشم که الان هستی. راهش این است که ما این آینده رو بسپریم به خود حضرت حق یا اون ناظم که هر طور صلاح میدونه خودش پیش ببره. ما هم به اتفاقاتی که میفته راضی هستیم، نه که راضی هستیم زلزله بیاد همه دنیا از بین، نه، یعنی این که برای پیشگیری از اون یا برای فرار از اون و رسیدن به اون اطمینانی که مد نظرمونه دیگه تلاش اضافه نمی کنی. ولی آنچه که اتفاق افتاده رو با تدبیر خودتون میتونید به بهترین نحوی حلش کنی. این گرفتاری ما این هست که ما آینده رو میخوایم مطابق میل ما باشه. و تا وقتی که اینطوری، مولانا میگه همچین اطمینانی وجود نداره. و اینجا یک تضاد هست، تضاد بزرگ. ما دنبال آرامشی هستیم که اصلا وجود نداره. من فکر میکنم من با همین درونی که دارم میتونم به اون آرامش و اطمینان برسم. این غلطه. من اگه قرار از آرامشی برسم، اون آرامش باید از درون خودم شروع بشه. اگه میخوام به اطمینان برسم، باید اون از درون خود من سرچشمه بگیره و شروع بشه. و چیزی نیست بیرون به اسم اطمینان که من با تلاش یا با یه ترفندایی به اون برسم. خب پس این که من به شما عرض میکنم از جانب مولانا من دارم میگم، این معانی از چرخ نهم آمده است و طاق و ترمش ذاتی است.
و چیزی نیست که بیرون مثل عالم مادیات تاق و ترومش عاریه باشه. از پی تاق و ترم خاری کشن، بر امید از در خاری خوشن. این اتفاقی است که برای ما میفته. یعنی ما به امید یک اطمینانی، به امید یک، حالا باز میگه تاق و ترم، از پی تاق و ترمی ما خاری میکشیم و بر امید از، یعنی ما به امید اطمینان، به امید آینده بهتر، به امیدهای مختلف در خاری خوشند. بر امید از ده روزه خدوک یا خدوک، گردن خود کردن از غم چو دوک. خدوک یا خدوک یعنی پریشانی خاطر، پریشانی خاطری که از ناملایمات حاصل میشه. بر امید یک عزتی، حالا اطمینانی، آینده‌ای، بر امید یک عزت یا آینده‌ای که موقت هم هست، ده روزی که میگه یعنی اون پایدار نیست اگه بیرون من باشه، چون بیرون من که میاد دیگه میره تو عالم خلق. ناگفته نماند یه جوری این عالم خلق به بیرون ما هم اشاره میکنه و عالم امر به درون ما، که این صحبت ها همراستا بشه با فرمایشات آقای خسروشاهی. پس این عالم امر که درون ما هست، تاق و ترمش جزو اصلی خودشه. و من بر امید یک چیز واهی که بیرون من هست، از ده روزه خدوک، یعنی آخرش پریشانی هست، گردن خود کردند از غم چو دوک. این هم که گردن کسی باریکشه نشانه تحمل رنج و بیماری و این حرفا بوده سابق. خب میگه گردنشون هم مثل دوک، دوک نخریسی که یه میله نازکیست در هست، گردنشون هم مثل دوک شده از غم. یعنی غمی که میگه در از اون تلاش، اون نگرانی ما هست که دنبال این اطمینان هستیم.